وقتی که بچه بودم خیلی پشترم یه چیزایی میگفتن. اتفاقا میرفتم مهمونی بعضیا میومدن میگفتن اه این کیه؟ این بچه سیاهی کیه؟ اینو دیگه کی آورده؟ که من فارسی یاد گرفتم که جواب بدم عمت. در 40 سال گذشته دست کم 4 میلیون ایرانی به نقاط مختلف جهان مهاجرت کردند. تو ایران همه فکر کردن مادر پدرم تو CIA هستن. طبیعت خودش فعال حقوق بشره. برای بخش بزرگی از این ایرانیان یادگیری زبان جدید و سازگاری با جامعه میزبان همیشه یکی از چالش‌های اصلی مهاجرت بوده. فارسی من بد است. در حالی که اتفاقاً برای فرزندان اونها جنبه معکوس داشته. یعنی این بار چالش یادگیری زبان مادری و حفظ فرهنگ و رسوم ایرانی بوده. بعضیا می اومدن می گفتن اه این بچه سیاهی کیه؟ اینو دیگه کی آورده؟ منم علی نجات هستم. من امیر پیام هستم و در فصل جدید چمدان همنشین ایرانیانی خواهم شد که از لس آنجلس تا توکیو، از سرزمین بومیان ناباهو تا قلب آفریقا رفتند و به قدری در تار و پود جامعه میزبان تنیدند که ممکنه حتی در نگاه اول ایرانی بودن اونها مشهود نباشه. سال نو نوروز مبارک باشه. نسلی که مرزهای سنتی نژاد، زبان و جنسیت رو بر نمیتابه و خواسته یا ناخواسته در حال خلق تعریف جدیدی از ایرانی بودن. I see you looking. It's Persian night a little. It's like a mix. But the reason I'm up is because I'm half Persian. Oh yeah. Oh yeah, you're shocked. You're like, he's one of them. That's how it works. That's right, because you're looking at me. I already know how he's like, oh my God. That's the most dangerous combination in America, bruh. Tommy, what are we going to do about them? That's right. I am. I'm America's worst nightmare. Half Persian, half black. Half nigga, half terrorist. من تهران هستم، متولد واشنگتن دی سی. چطور شد که تهران شدی؟ چطور شد که تهران شدم؟ یعنی تهران به دنیا اومدم. یعنی از اولش من تهران بودم، هنوزش هم تهرانم. نه اون تهران یا این شهر تهران، ولی خود تهران که جلوتون نشسته. ولی هر جا من باشم در اصل تهران دیگه. هر جا من باشم تهرانه. You have no idea. And growing up, it's growing up. Persian kids, we already know what it's like. You already know what it's like growing up Persian. It's not easy growing up Persian. Growing up like growing up American, you can do things. You can do so many normal things like have fun. Whatever. Not Persians. Not Persians. You're not having fun when you're Persian. That's not happening because Persian kids aren't even allowed to go anywhere. We're not allowed. Like honestly, Persian kids, we are the real Iranian hostage crisis, dude. We are held hostage. Our parents love us so much. That's why we all still live at home, no matter what. They won't let us leave. They will not let us leave. As soon as I want to leave the house, I'll go downstairs. I'm leaving the house. Like at this time, I think I should be allowed to leave whenever I want. My dad will pop up like a freaking ninja out of nowhere. They're like, Tehran, oh my God, where are you going? Like I'm never coming back. Like he says it with such worry, like, where are you going? And I'm like, Dad, I'm just going out. Oh my God, this time of night? Yeah, this time of night? Nigga, it's 3 in the afternoon. پدرم ایرانیه، مادرم آمریکایی سیاه‌پوست و اسم بچه‌ش رو پدرم گذاشته تهران. یعنی اسم بچه‌ش رو گذاشته تهران که اونم بچه‌ش منم، بچه اولیش منم، اسممو گذاشت تهران که هیچ وقت فراموش نکنم که از کجا اومدم، مخصوصا که متولد آمریکا هستم. کس تهرانم صدات میکنه؟ نه ببین، هیچ کس منو تهران صدا نکرده تا حالا. تهران دیگه خودمونی اونقدر خودمونی نیستم تهران صدا میکنم. اونم ترین کسی که اجازه داره منو تهران صدا کنه، اون شخصیه که در آینده من زنم میشه، اون ممکنه منو بتونه تهران صدا کنه، چون اونم میشه تهرانی دیگه. من اصلا بچه دی سی هم، یعنی با اینکه الان الی زندگی میکنم، من به خاطر فقط شغلم اومدم الی. من خودم دی سی رو
واقعا دوست دارم. از اولش سیاست و ارتباط خوندم. بعدش رفتم فوق لیسانس در اقتصاد گرفتم. بعدش رفتم حقوقدانم شدم. یعنی میخواستم که دیگه پدر مادرم دیگه نخوان که من هیچ وقت دیگه دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و این چیزا بگم. همین همه رو دارم. همه رو دارم. با اینکه رفتم تو شغل کمدی. چطور شد که از اون اومدی توی کمدی هستی؟ خب من رفتم دنبال کمدی چون دیدم که وقتی که میری رو صحنه مردم بیشتر حاضرن یه چیزی یاد بگیرن. وقتی که میری رو صحنه مثلا میپرسن تهران چرا نرفتی مثلا پروفسور بشی؟ کمدین هم پروفسوره. تهران چرا نرفتی فیلسوف بشی؟ کمدین هم فیلسوفه. چرا نرفتی دکتر بشی که بابا میپرسه چرا دکتر نشدی؟ خب کمدین هم یک نوع هم دکتره. دکتر اون روحیتونه. به خاطر اینکه خنده از دوای بهتر از خنده ما نداریم تو میگم. و حالا به جوان ها همین نسل جدید که دست دادن و زیر 20 ساله هستن میخوام با اونا یکم صحبت بکنم. Sorry Americans, we moved on. با شما میخوام صحبت بکنم به خاطر اینکه من از ظاهر خب معلومه من نصف آمریکایی نصف ایرانی هستم. خب دست دادن نمیخواد تو بس like آه تهران نصف ایرانیه. میدونم این که میگم من فارسی رو به خاطر چی یاد گرفتم اینه که میخواستم با پدرم ارتباط داشته باشم. به هم پدرم خب دوست داشت که ما همه بچه ها فارسی یاد داشته باشیم و یاد بگیریم. خب اونش هست و این که میخواستم بدونم ایرونی ها پشت سر من دارن چیا میگم اینم بودش. به خاطر ایرونی ها اصلا استاد پشت سر هم زدن و این تو روحت و خصوص اونه که خارجی هستن دیگه. اتمام همین این لغت خارجی ایرونی از ایران اومده آمریکا به آمریکایی میگه خارجی. آمریکایی هستن که اینجا بوده مال خودشه به آمریکایی میگه خارجی. خب انگار که مهمون بیاد صابخونه در بیاد. خب ایرونی هستن کارشون اینه. اگر شیرین هم باشه شیرین هم از وای هنوز هستش. میخواستم بدم ایرونی ها دارن پشت سر من چی میگن چی میگفتن. ببین وقتی که بچه بودم خیلی پشت سر یه چیزایی میگفتن. اتفاقا میرفتم مهمونی بعضیا میومدن میگفتن اه این کیه این بچه سیاهی کیه اینو دیگه کی آورده. خب این چیزا رو میگفتم که من فارسی یاد گرفتم که جواب بدم عمت مثلا عمت من آورده. خب اینا اصلا یاد گرفته دادم. خب این تیکه های ایرونی هم خیلی دوست دارم. تلفن زنگ میزنه جواب نمیدی چی میشه مسیج میذارم برات ما اولا زنگ میزنه اینطوری اولین مسیج چجوریه اولین مسیج is like ring ring please leave a message سلام تهران جون منم پدرت هستم مثلا صداشو الان 27 سال نمیشم الان بله منم پدرت هستم تهران جون وقت کردی لطف کردی زنگ زنگ نمبر 1 مسیج نمبر 1 نمبر 2 باز زنگ چون بلا فاصله باز زنگ میزنه اصلا لایک هرچه به سر نمیکنه همون باز زنگ میزنه تهران جون منم باز باباتم باباتم ببین یادت باشه من پدرتم زنگ بزن خونه کارت دارم هنوز 5 دقیقه نشده باز زنگ بزن تهران جون زنگ بزن خونه چی شدی؟ مسیج پلیز ویر مسیج تهران اتفاق افتاده؟ داره مثلا مسیج داره سوال میره من نمیتونم جواب بدم حالا بالاخره ما زنگ میزنیم خونه وقتی که تلفن پدر مادر زنگ میخوره چجوری نگاه میکنم؟ همش سه نفر شما تو تلفنت داری یا منم یا مامان یا خودت باید هنوز نگاه میکنم هنوز نگاه میکنم جواب میدن مثلا نمیدونم که الو بابا جون منم کی؟ منم بابا زنگ زدی به من آتران تویی؟ بابا منم زنگ زدی مسیجاتو گرفتم چی شده؟ اگر خونه آتیش گرفته بود چی میشد؟ حالا اگر پدر مادرها اگر خونه تون آتیش بگیره زنگ بزنید به 911 به من زنگ نزن
که احساس شروع کردی احساس کنی که فرزند یک مهاجری و همچنین فرزند یک آفریقایی تبار و این تجربه چجوری بود؟ ببین نه الان یک داستان اون دارم میگم که داستان تعریف میکنم رو صحنه. یک داستانی هم من وقتی که 4 یا 5 سالم بود مدرسه بودم، همیشه مادرم میامد منو از مدرسه میبرد خونه و امروز اون یک روزی بود پدرم قرار بود بیاد منو برداره. حالا در آمریکا اون زمان، آمریکا که همیشه فکر میکنیم همین چی خوبه و این چیزها، خب تبعیض نژادی زیاده، نژاد پرستی هم زیاده. پدر من قیافش خیلی ایرانی ماننده، یعنی خیلی ایرانی هست، ایرانی ها که پدرها قیافشون چیه دیگه، سیبیل دارن اینجاشون کچله، همه قیافشون یکی که از پشت ببینیشون فهم کنی همهشون یکی هست. خب پدر من قیافشونه. تو آمریکا ندیده بودم مثلا این دورگه زیاد نبود اون زمان. پدر میاد من برمونه مثلا معلم ها که اونجا کار میکردن فکر نمی کردن که ایشون پدر من هستش، چون مادرم آمریکایی سیاه‌پوسته، خب بیشتر به من میخوره تا این ایشون که اینجا جلوشون وایستاده بود. پدرم هم که انگلیسیشون خوب نیست که، به خاطر همینه که من فارسیم خوب شده، به خاطر اینکه میخواستم با پدرم ارتباط داشته باشم، یا بعد ایشون انگلیسی یاد میگرفت یا من بعد فارسی یاد میگرفتم، که الان معلومه کی چی یاد گرفته. خب حالا پدرم با اینکه من 4-5 سالم بود، معلمان داشتن جلوگیری میکردن که نیاد، این بچه کیه، این بچه مال کیه، این منم اونجا خجالت کشیدم، احساس خجالت، اولین احساس خجالت که تو عمرم کشید بودم اون موقع بود، به خاطر این پدرت، چون که شب معلم ها اینجوری میکردن، داشتن این کارو میکردن. خب و پدر من چیکار کرد؟ معلم ها همینطوری راحت به اون ایرونی مثل ایرونی ها که چیکار میکنم، اصلا جلوگیریشون که نمیشه کرد، قشنگ منو برداشت که این بچه منه، قشنگ منو بغل کرد و در اون همون در اون حالت اینقدر احساس عشق و یک احساسی داشتم این پدر منه دیگه. پدر مادرم اونقدر که منو دوست داشتم، منم خودم رو دوست داشتم، هرکی هم مشکل داشت باهاش مشکل خودشونه. از اون روز دیگه هیچ وقت اذیت نشدم. پدرم که منو بغل کرد، اون احساسی که داشتم اینقدر واقعا اصلا مثل یک آب احساس خوبی بود دیگه. هم از اون به بعد هیچ وقت اون احساس رو ول نکردم. My guest today is Tehran Von Gossery. He is a huge name in comedy right now. He's a stand-up comedian, an actor, a host, and a TV and radio personality. I'm here with the one and only Tehran. There's 306 million approximate Americans, and out of 306 million Americans, only 40 million are African American. I'm half black, half Persian, which is what makes me so remixed. تجربه اونو که آمریکایی سیاه‌پوستن خوب فرق میکنه. من از بچه که بودم مادرم همیشه این صحبت‌های فرق نژادی رو با ما میکرد که ما آگاه باشیم، خطر داره. یه چیزیه که اتفاقا یک ویدیو داشتم نگاه میکردم یک بار، یک خانمه بود سفید پوست بود، شوهرش سیاه پوست بودش، ارتش بود، فوت میکنه و بچه‌اش اونم دورگه بود. بچه بزرگ میشه، پلیس استاپش میدن و پسرش رو میکشن. حالا مادر یک صحبتی کرد که حرفی زد که همیشه تو همیشه با من میمونه. یک صحبتی کرد، داشتم میپرسیدن، گفت من هیچ وقت، من همیشه به پسرم وقتی که یادش دادم همیشه بهش نگفتم که سیاه‌پوسته، یعنی یاد نگرفته بود که در آمریکا سیاه‌پوستان چجوری رفتار میکنن با پلیس، چجوری تو اشتباه رفتار میکنن، چون خطر داره. و این یه چیزی بود که من در بچگیم مادرم بهم نشون داد و همیشه میگفت که مثلا مواظب خودت باش. حالا وقتی که بزرگتر شدم، پدرم هم اولش پدرم خب متوجه نمیشد دیگه، بخاطر اینکه پدرم ایرانیه، اون بهم گفت به ایرانیا چیز میکنن، توهین میکنن، گیر میدن. من وقتی که دید با سیاه‌پوستان چجوری رفتار میکنن، حالا نه همه، بعضیا، وای همون تعداد کمش هم باشه هنوز زیاده. This is where George Floyd lay dying, a policeman kneeling on his neck for more than 9 minutes as Mr. Floyd repeatedly said, "I can't breathe." وقتی که میگید
تبعیض رو حس میکنید، بیعدالتی رو حس میکنید به چه شکل؟ آیا در مدرسه اینطوری بوده؟ مثلا برای شغلی خواستید درخواست بدید شما رو قبول نکردند، چطور این حس رو دریافت کردید؟ چطور گرفتید این حس بود؟ می چند بار منو پلیس استاپ داده برای مثلا بگم که ممکن مثلا مستم، مثلا بگو مستم، اقلا 11 بار من استاپ شدم، ولی بدونیم که هیچ وقت تو عمرم حتی الکلم مزه نکردم و هنوز استاپ شدم. به خاطر چی؟ به خاطر رنگ پوستم، به خاطر قیافه خودم. و همه سیاه‌پوستا در آمریکا، همه آفریقایی آمریکایی‌ها این حس رو دارن و حس کردن. People took to the streets in cities across this country, sparking the biggest protest movement since the civil rights days. The events engulfed the White House and reverberated across the world, forcing a global reckoning on racism. وقتی که میگم Black Lives Matter، خیلی دوستان سیاسیش کنم، ولی سیاسی نداره. نجات پرستی سیاست نداره. فرق میکنه دموکرات باشی، ریپابلیکن باشی، هرچی باشی، نجات پرستی اشتباه است. تام شد را. الان روی پیرنت نوشته Persian Black Lives Matter، این از کجا شروع شد و Persian بالاش که بهش اضافه شد؟ این Persian بالاش وقتی که من متولد شدم، این Persian بالاش هم بهش اضافه شده. Persian Black Lives Matter. چون وقتی که میگیم Black Lives Matter، منظورمون فقط سیاه‌پوستاش نیستش، منظورمون Latinx lives، منظورمون Asian lives، منظورمون LGBTQ lives، منظورمون ایرانی lives، منظورمون اینه که زندگی بهش اهمیت بدیم. این زندگی هر کسی که وقتی که اقلیت هستن و میبینی که بی‌عدالتی یا نابرابری بازشون اتفاق داره میفته، خب ما باید اهمیت بدیم هر جای دنیا هستیم. But not here at the Laugh Factory. We mean Black Lives Matter. When you see it here, they mean that. منم به خاطر این واسه من مهمه. حالا در جامعه ایرانی که در LA هستش دیدم خیلی آمدن و خیلی موندن خونه، خیلی موندن خونه نیومدن. خب وقتی که شما یه چیزی هستش که بهش اهمیت بدین، اون موقع نپرسین همه کجان، چون شما نبودین واسه کسای دیگه، یادتون باشه. یا بعضی ها اینم لازم نیست که بیاین تظاهرات شرکت کنین، لازم نیست. و خیلی ها هستن که میگن نه، نجات پرستی وجود نداره. خب اونم خیلی اشتباه است. اصلا زبان فارسی ما یک ضرب المثل داریم، میگن کسی که خواب هست میشه بیدار کرد، و کسی که خودشون میزنه به خواب هیچ وقت بیدار نمیشه. خیلی ها خودشون میزنن به خواب. خب دیگه مردم بیدار شین. بی‌عدالتی بس، نابرابری بس، هر جای دنیا. If all of us get together and decide world peace, tomorrow there'll be world peace. By 2042, we'll all be one race anyway, the human race. And when the aliens come, they're gonna just kill us all. So let race alone. Leave it alone. It's not even a question anymore. We're mixing, with or without you. در جامعه ایرانی ما صحبتش رو نمی‌کنیم، ولی نجات پرستی زیاده. در کمدیش هم معلومه. به خاطر اینکه جوکایی که میگن بعضی موقع جوکای فرهنگی یا از شهرهای مختلف وقتی تعریف میکنن، خب این جوکا هم در اصیلشون چیه؟ اصیلشون مثلا خب یه جوری نجات پرستیه دیگه، و این درست نیست. به خاطر اینکه یکی از بزرگترین قدرت‌های ما ایرانی به عنوان کشور، به عنوان فرهنگ، این تنوع نژادی ماست که درون ایران هستش. حالا ایران رو نگاه کن، چقدر فرقای مثلا فرهنگی و نژادی داریم درون خود ایران. جنوب ایران هست، اونا که سیاه‌پوست هستن جنوب ایران هستن. فرهنگ دیگه مثل ارمنی زیاد داریم، آشوری، کردی، ترکی، اینا همش جزو قدرت ما ایرانی هستش. افغانی، عرب، هر چی باشه، همه خودشونو ایرانی میشناسن و این خیلی مهمه. من نه فقط فارسی صحبت میکنم، فارسی من از انگلیسی صحبت میکنم بهتره. بعضی موقع کارهای انجام میدم که فقط ایرانی انجام میدم، بعضی موقع شخصیت آمریکایی ها رو دارم. حالا فرق میکنه دیگه. مثلا وقتی که دم غذا میخورم عاشق غذای ایرانی هم.
عاشق قرمه سبزی هم، یک عاشق قرمه سبزی. پیتزا همبرگر رو بذار کنار، فقط قرمه سبزی. ولی تدیک نمیخورم، دوست ندارم. اونم میره به رگ آمریکاییم، دوست ندارم دیگه. خب مثلا شیرینی وقتی که میخورم، شیرینی فقط آمریکایی، M&M's بده، بسنی آمریکایی بده. شیرینی ایرانی اصلا خوشم نمیاد. نخود چیه میذارم میخوری یا تشنه دارم اینطوری میگونی خفی میشه. خب چای باید بخوری. خب با چای این بعد اینقدر این سخت خوردنش که بعد در زبونت بسوزونی تا بخوریش، این خب نمیشه شیرینی که بستگی داره. وقتی که بسکتبال بازی میکنم، خب آمریکایی ام مثل ایرانی ها که بازی نمیکنم. حامد حدادی فقط ممکنه تنها کسی باشه که مثل اون بازی کنم. ولی منظورم یه این هستش. ولی در اصل من انسانم. یه این فرق نمیکنه. ایرانی آمریکاییش واسه من فرق نمیکنه. من یک شخص خودم هستم. Everybody, it's Noruz time. That's my favorite time of year. But it's like everyone calls as ایران زنگ میزن بابا میزن. So it's like بودو بودو امه پای تلفن. You don't want to talk to امه. I love Ame, but I don't know Ame. I don't even want to talk to you. Hello, Benesa, but Ame. It's like, but Ame, you. Hi, Ame. Salam, Ame, Jun. Bale, bale. Doesn't matter how good your Farsi is. Everyone talks like this. Bale, 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 bale. تو البته فارسیت خیلی خوبه، ولی خیلی از ایرانی های دورگی که من باهاشون صحبت کردم تو همین فصل چمدانم باهاشون صحبت میکنم، چون فارسی بلد نیستن خیلی موقع ها ممکنه احساس میکنن که کامل ایرانی نیستن، چون اول از همه کسایی که دیدن، حالا چه به خاطر رنگ پوستشون چه به خاطر اینکه انگلیسی حرف میزنن، ازشون پرسیدن تو ایرانی و چرا فارسی حرف نمیزنی. تو چقدر این نسل جدید ایرانی مهاجر، یعنی نسل دوم، نسل سوم مهاجر ایرانی رو فکر میکنی که ایرانیه، چه فارسی حرف بزنه چه نزنه ایرانیه، و این یک تعریف جدیدی از ایرانی بودن رو این نسل داره عنوان میکنه که هیچ کس نمیتونه بهش ایراد بگیره. مثلا مادر بزرگ من، هر دوتاشون توی ایران، هیچ کدومشون فارسی حرف نمیزنه، یکیشون ترکی حرف میزد، یکیشون هم با لهجه لوری حرف میزد که یه نفر تو تهران نمیفهمید چی میگه. هر دوتاشون تو تهران زندگی کردن، تو تهران هم مردن، ولی تا آخر عمرشون یک کلمه فارسی حرف نزدن. کی میتونه بگه اونا ایرانی نبودن؟ ایرانی ها. درسته. از ایرانی اصلا ایران همینه دیگه. بعضی ها ممکنه احساس نکنن که ایرانی هستن به خاطر اینکه زبانشون کامل نیست. اتفاقا زبان منم ممکنه یک کم کامل تر باشه. زبانم وای فارسیه. من میدونم که اولا با لهجه صحبت میکنم و این لهجه من تا همون حد فارسی بلدم که خیلی از ایرانی‌ها که اینجا هستن 40 سال و 50 سال آمریکا هستن تو اون حد که انگلیسی بلدن. خب من هم لهجه دارم، ایرانی هم که از ایران میان آمریکا اونا هم لهجه دارن. خب زبان فارسی جزء ایرانی بودنه، زبان فارسی خیلی مهمه. من همیشه تشویق میکنم به پدر مادرها که به بچه هاشون فارسی یاد بدن، حالا با اینکه سخته. من چون مثلا خودم نوشتن و خوندنم بلدم، یه چیزی که پدرم خیلی زحمت کشید که من فارسی رو بلد باشم. فارسی جزء اصلا فرهنگ ایرانیه. و اونا که فارسی بلد نیستن، اون احساس دوری که اگر داشته باشن به خاطر خودشون نیستش، با خاطر شماهاست، به خاطر شماها که قبول نداری ماها رو. اون احساس دوری اگر داشته باشیم از لحاظ خودمون نیست. در اصل داری میگی اگر من نسل دوم حالا با یه نژاد دیگه ترکیب شده احساس ایرانی نمی‌کنم، به خاطر اینی که توی ایرانی داری به من میگی که تو ایرانی نیستی. نه، ولی من خودم میخوام احساس بکنم. میخوام، ولی شما نمیذارین. من خودم دیدم دیگه، یه چیزی که اشتباه تلفظ میکنم، به جای اینکه یکی بیاد منو کمک کنه، ممکنه منو مسخره کنه. خب اگر مسخره کنین، خیلی ها میگن، مثلا خیلی دیدم بچه که دورگه هستن مخصوصا، ولی نسل جدید میگم ازشون میپرسم فارسی بلدی؟ میگن نه، ولی میفهمیم. اگر یک زبان رو بفهمی، یعنی میتونی صحبت کنی. چرا صحبت نمیکنن؟ به خاطر اینکه حتما بهشون توهین شده، مسخره شده، مسخره کردن اینا رو. خب دوست ندارن. وقتی که یکی داره یه چیزی در زبان فارسی میگن، تشویق کنی، کمک کنی. اونا که اینجا بزرگ میشین، اونا هم ایرانی هستن. یک رگشون بالاخره، یک رگشون ایران رفته دیگه، ایرانی هستن. ما رو قبول داشته باشیم که ما هم خودمون رو قبول داشته باشیم.
not here. I'm leaving on tour, but in like 2 weeks, I'll tell you. اگر من یک چمدون داشته باشم که چیزایی که آمریکا هستش من دارم بتونم برگردم با خودم ببرم ایران، چیا رو میبرم؟ آزادی، عدالت، آزادی بیان. اگه یکیشو فقط بتونی ببری چه؟ بگن آقا جا ندارید که بقیهش سوغاتیه، فقط یه دونه جا داریم جیب جلو. آزادی بیان.